این مردم تعصب در جای بالا بردن که به مثابه زبان فارسی دو کشور برادر خود خطاب میکنه. باز اون از اون طرف که هموطنای غجدنشین ما، هموطنای خیمنشین ما، هموطنایی که گفته علی کوزای صاحب 100 ساله اسناد در پیششان است، اونو که میاد در سمت شمال. لالا جان قم، در کجای قانون، در کجای افغانستان، در کجای افغانیت ذکر شده که پشتون نباید در شمال باشه، تاجک نباید در قندار باشه؟ لالامان در هلمند اگر معلومات داشته باشی، خودت سرباز بودی، من نمیخوام که بگم معلومات ده، 100% سر خوردی. در هلمند 30 الا 40%، 30 الا 40% یا شاید گفتم میتونم 20 الا 30%، هزاره ای است که یک کلمه زبان خود یاد نداره، پشتو گپ میزنه. هزاره پشتو زبان، هزاره پشتو زبان شیعه مذهب در هلمند زندگی میکنه، اما وقتی که فارسی گپ میزنه به این لهجه. بهتر است که بیاین مسائل دیگر شما اینجا بالاش بسای داشته باشین، بیاین در رابطه با افغانستان گپ بزنین، بیاین در رابطه با سیاست از سرزمین گپ بزنین، مسئله شمال بیاین شما قایم بگیرین که در شمال چی گپ شده، کی ها هستن برادر که این آمدن. وقتی که امریکایی در سرزمین بود، استاد عطا عبدالرشید دوستم و همی کسانی که امروز از مملکت فرار کردن، عسکر اردوی ملی را، ملت را، مردم را به دست طالب و بونمو حکومت که همو حاکمیت که فعلا در کابل از بونا رها کردن، کارای از اوناست. اینا جنگ را باختن، اینا تبلیغ را باختن، خانم ها را به دستایشان پرچم ها و عکس های بعض عالی جنابا را دستشان دادن در اروپا و در امریکا و زندباد و مردباد کردن، تنبانا را اینا در دادن با آتش کشیدن، حجاب را اینا با آتش کشیدن، کار از ازشان آمد. امروز میگن که صاحب در شمال افغانستان فلانه ها را وردن، وزیرستانی ها را. در قدم اول کسانی که مرا در تویتر فالو دارن، شما برید ما اسناد باش خدمتتان عرض کردیم که در سال 2002 هزاران خانواده پشتون تبار کوچ داده می شوند، چون که امریکایی ها آمد و در افغانستان بدون کدام قید و شرط که در اینجا معلوم بود که کیها علیه امریکایی ها ساده شدن، اونا کوچ داده میشن، میرن به بلوچستان، میرن به وزیرستان، میرن به کابل، میرن به کندهار، میرن به مناطق دیگه افغانستان. آمدیم به این که از لحاظ قانونی خیر برنده از این میدان کسی هست که امروز اون در خانه خود میره جای بجای میشه. دو فاکتور دیگه از این رو بین سرش باز کنیم. یکی که روز که حکومت سردار داوود شهید می باشد افغانستان، یکی در مردم فرار میکنه، میره به دامن پاکستان خود را مندازه. وقتی که تو رفتی در بغل وزیرستانی خود را انداختی و امروز در پشاور در بابروت یک کوچه است مکمل به نام کوچه ربانی. وقتی که قبر پدر پیغمبر در او سرزمین است. وقتی که عروسی یا ازدواج احمدضیای مسعود میشه و جنرالان شانه پرستاره آیسای میاد اونجا شرکت میکنن و رقص و بازی میکنن و جوس و فانتا میگیرند و پیکا مندازن و جنگ میتن و میخورن. او ها در چورای مردم، مردم بد نیست. خب چی گپ است؟ یک عالم عمر تو در اونجا رفتی، خودت ادعا میکنی که ما چند میلیون در ایران هستم و چند میلیون در پاکستان هستم. خب بلا در پسش بان که 10,000 نفر از اون طرف بیایه، مگر تو نرفتی در خانش؟ هزارید به نام هزاره پاکستان پاسپورت جور کرد رفت در عربستان سعودی و بمزدوری، پشتونت به نام پشتون پاکستانی رفت در عربستان و در قطر و امارات بمزدوری، خانه شه گرفتی، جای شه گرفتی، امروز که سر از روز بعد است چرا نباید بیت؟ اگر این مسئله کاملا دوستا مستثنا است، وزیرستانی وجود نداره، پشتون است که توسط اینمی شورای نظار و جمعیت و دوستم و غیره از افغانستان اینا با زور تفنگ آمریکایی کشیده شدن، پس آمد حواله 100 چند ساله خود پوشرید میره که نما بیا ثابت کو که اگر اشتباه بود او طرف. دوم، خانه کی را غصب کرده؟ اگر اوغان از او طرف آمده خانه کس را غصب کرده، فرض کن که خانه امان را گرفته در مردم در شمال غصب کرده و امان قوالی 100 ساله نه، 50 ساله نه، 40 ساله داره پیش روش بکشه، خیلی از اینجا ما حرکت میکنه میره با جان جون مو افغانستانه که تو به نام خراسان میشناسیش، میره پرسانش میکنیم. این خود نمیشه که استاد عطا آمد، استاد ربانی آمد، صلاح الدین خان ربانی آمد، دوستم خان آمد، به زور تفنگ دوستان خارجی خود یک مردم مظلوم بیچاره بزگر دیقان را از او سرزمین کشید. شما برین راپور سازمان ملل از دوستا، مردکی ریش سفید که سبا پس فردا میمره
ایلند اگر ما او را به زور قنداق تفنگ امریکایی زیر پای خود لغت میکنه و سیاسرهای شوره کش گیر میکنه که سفید ما را نزن. ای که انوز تو را مردم در او سرزمین چیز نمیگه نمیره خدای تا شکر بکش. او کار را که تو با ای مردم 20 سال پیش کدی، اگر ای کار ای مردم که تو میکد تو چی میکدی؟ در حالی که سرت تو یک گزارش داره راپور داره خدا برات میگه فامیل قصاص حل هر عمل عکس العمل فیزیک برات میگه انمی اروپا برات میگه انمی حقوق بشر برات میگه پس تو چی کار هستی که امروز میخیزی کاسه دختر از آش میشی هم مرزه او هم پرزه امروز ملایت متفکرت رقاصت لندغرت کلت بیادر یک طرف شدین یک مردم 20 سال پیش از این سرزمین به زور داماتای خارجی تان شما کشیدین وقتی که امروز آمده میگه خانه ما بته تو امروز فقان داسمان بر آمده فضل خدا لله الحمد شکر که او خداهای زمینی تان امروز موجود نیست دقیق که نمی کار در وقت دکتر نجیب میشه وقت حکومت نجیب سقوط میکنه پشتون تباره پشتو زبانه که از وقت امیر عبدالرحمن خان در شمال افغانستان زندگی میکرد از وقت نادرخان چرا مردم میگه مرگ میخوای قندوز برو این مطلع چه فکر میکنه که مردم عادی جور کده یک وقت شمال افغانستان شل بود شل جایی که به زندگی کدن نبود نادرخان یک سلسله مردم از شمال برد یک سلسله مردم از شمال برد در هلمند صافیا را برد در قندوز ازارا را برد در پکتیا ازبکا را برد اروزگان از اروزگان پدرکلان ملا اختر محمد منصور و امی ملا هیبت الله را پدر از پدرکلان از اینا را برد در طرف سمت شمال برادر تو چی خوردی که ازم کده نمیتانی؟ یک آدم را از خارج کشیدی؟ تفنگ از پیش خارجی گرفتی آمدی وطندار خود را زدی؟ امروز که دوست خارجیت رفت؟ کسی که تو سرش می نازیدی بیادر از اشرف غنی که در پیش فرار کرد که بال و بستره و خانهش که شیشای زره داشت کلش ایلا کرد گریخت امروز تو چی گفته می آیی؟ دو مردم سه مردم فعلا که رزی داستان مشکل داره یکی کس را که بیل و کلنگ گرفته گان ویدیوش که برامده یک کس است که خانه مردم غصب کده وقتی که دینمی کابل شما برین ببینین مردم های پشتو زبانه که در وقت اشرف غنی و کرزای زمین مردم غصب کرده بود خانه مردم غصب کرده بود اول اونم مردم در کابل لغت شد اینا فکر کردن که شاید بر مبنای پشتو زبان بودن و پشتون تبار گفتن و مردم شاید سر ما رحم کنه که کس نکد سرش رحم اینمی افراد دیگه اشخاص دیگه دینمی وزیر محمد اکبر خان امیر رحمت الله نبیل زمینش مردم نگرفت پس دینمی جلال آباد زمینای مردم پس گرفته نشد مسترد نشد به مردم پس در شمال افغانستان او برادر اونجا مردم خانهش موتر چالان مردم زمین مردم که فصل کشت کده بود آمد این میلان دغرا مردم اگه براین از اینجا کی از شما نیست چرا به خاطر که داماتای امریکاییشون برشان گفته بود که تا ما در افغانستان هستیم قلبه کنین ولی روزی که برامدیم بیادر خودتان میفهمینی بیادر سرتان مگر چند ما پیش شما صدای زاب دوستم افغانش نیدین که برامد که گفت امریکایی هم رای ما ناجوانی کرد ما برش افغانستان سپردیم و وادی آخر ما را هلا کرد در میدان هر کسی که بیادر دشمنیتون با طالب بجایش هر کس با طالب اختلاف نظر داره زدنیستی بیادر اونه برو میدان معلوم است کدش بزن که نیستی بابا معلوم است هم پشتو یک مطل است خب یاد کدنش اینجا درست نیست اگر کدش سیاست کدنیستی سیاست را باختی فقانت برامد برش نگفتی که ما چم آشنایت منم تویت نکدی کلتان دول نزدین ده او هم باختی هم تبارت به قول خودت هم مسلکت مردکر کاکا گفتی و بیادرزاده گفتت پدرت برادر گفت ولی واده آخر که تنمی مولای اوغان شوش بیادر و تو را دلیت کرد به خاطر که سیاست نداشتی سیاست را باختی وقتی که تو باید سیاست میکدی میامدی در دریای پنشیر باید که تاو یخش در ماهایی که جدی و دل و حود میباشه در مو و در ایواز از این که تو میامدی که تاو یخ در پنشیر استنجا میکدی تو رفتی بایدر در پاریس فوتبال کدی ایران چی گفته با تو بیای بشینه و با چی گفته تو را حمایت کنه تو هر قدر که بگو یا آشنایت منم آشنایت منم آشنایت منم میگه آشنای ما تو نی آشنای ما کسی هست بایدر که امروز زمین دستش هست
جنگ را بیادر مردش نیستی، دنبوره زدی و بیادر واده دفاع آمد بیادر فرار کردی. اگر بهانه کنی که سلاح نداشتم، مهمات نداشتم، حتی راکت های اسکارت مردم از زیر شکمت کشید. 30 دانه یا 40 دانه راکت اسکد صدام حسین اسرائیل زد، حتی امریکا را بلرزان با توبه آورد، یهودی ها برش خط بینی کشید. 40 دانه اسکارت از زیر شکمت مردم کشید. تیاره هلیکوپتر در پیش تو بود. اشرار سابقه تو داشتی. ای گلایدر و لنگ شدی، فلان شد و بستان شد و جنرال های بیسوان. اردوی ملی چند هزار نفر که تو یک جای فرار کرد. معاون رئیس جمهور که تو یک جای رفته اونجا فرار کرد. تفنگ M4 تو داشتی. 4 نفر لنگی های شانویزان، یک چپلق از راسه پوشیده و یکی از چپه. موترهای داکسون هم که یک دانش خیرش کموا. در سر موتر شیش بشکارم، باور با خدا که بشکار خالی گرفته بودن. حالا گوزه سب که امینجا انفارمیشن کمکی چیسته و کرکر که میکد و بیباون بود بیادر. نه دوستا نتانیستین بخاطر چی؟ که ایمانتان مردم گرفته بود. خدا ایمانت کس نگیره. ایمانت گرفته شد، جنگ کده نتانیستی، سیاست را باختی. خو گفتم تو انا تویت فقانت برامد که فلانا چی میکنی؟ آشما آشنایت منم بوام گفت رو بدر آشنایی آشنایی ما تو نمونده قصه تو مفت است. جنگ را از یه آدرس هم باختی. زابط صاحب دوستو مامونه گپش خرابه، سال چیخش برامد امریکایی رو میگه کالا ما خوب مادر وطنه به تو سپردیم، تو چرا امرای ما خیانت کدی؟ ای غال مغال دیگه نمیشه. تو هیچ کسی نداری غیر از ما، غیر از خدا. ما را یعنی کی؟ او نمیشناسی که کی. ای طالب که آمده و کار طالب به طرف خودش. نووطندارا سر شما صدا میکنم، باز مایک با امان میسپارم. کسانی که خود را دشمن طالب قلم داد میکنه، دشمنیش با طالب با جای خودش برین بیادر بزنینش. شما امرای طالب دشمنی به خاطر قوم و زبان طالب دارین. شما دشمنی با طالب بایی دارین به خاطر که دنبوریتان شکستاند. شما با طالب به این خاطر مشکل دارین که زمین را که یک خدایت غصب کرده بود، او زمین تا طالب بس پیشش گرفت، او زمین پس از پیشش گرفت، پتلون تا سرت کشید و در سر کلش تو با زبان طالب مشکل داری. بس ما مشکل ما با طالب سیاسی است، اختلاف ما با امرای طالب بالای ارزش های ملی است، دشمنی ما با طالب دشمنی حساب کتاب تاریخ افغانستان است. فرق بین ما و تو این چیز است. کسی که در افغانستان بین اقوام میخواه که اختلاف ایجاد کنه و بهانه کنه که علا وزیرستانی آمد، قسمه که یک سال پیش شما فغانتان برامد و چیغ میزدین که ولی تیارای پاکستانی آمده بمبارد کده فلانه جایه، یک منطقی خاص نام میگرفتین و اکسای تنمام یک چند از کتان تا بالا کدین که ولی بیغیرتا بد کد اکثر شما و مظلومات تیاری پاکستانی رو در حال که او اکس از 2011 بود یا 12 بود که در پاکستان کدام تیاره شفتیده بود، یک تیاره جت افتیدگیر اینا نشان میدن که نه تو ترابلا و جت که M16 زدی اندختی. این تبلیغتان دروغ برامد، جنگ را باختین، آخر که نشد یک 4 تا دختر سرخ و سفید کشیدن و عکسای یک عالی جناب برش دادین، بیرق برش دادین و ایجاب برش دادین که در بیگی خب خراب خراب گرفت تا بالاخره نستوی نادری را بیچاره را مجبور ساختین که هم پتنون خدا بکشه در بته. آخرش چی کردین؟ آخرش چی؟ پس با ایمانا هر قدر که خدا به شرمانی دگام ذلیل تاریخ افغانستان میشی. امان صاحب محترم سلامونه مهربانی. سلامونه سلامونه دوستانو طولو تا سلام احترامات خدمت همه. ما واقعا بعضی صحبت های خودتا برار که میبینم حقیقت های جامعه است. حقیقت نام خداش و حق یا حقیقت باید گفته شوام. ما خودم شخصا یعنی گپی که حال خودی دشاره کرده چند کلمه گپ برمیگردیم بر دوره اولی کرزای، زمانی که کرزای آمد و جلسه بوند تا این شد تمام قدرت واگذار به یک حزب کردن یا تمام قدرت واگذار به یک حزب شد. دیگر ازبایی که بود خب اینا هم جهاد کرده بود دیگه، اینا هم حق داشتن، باید کل از اینا یک شنگی می بود دیگه و یک بعضی ها هست شد و
با چی امتیازات، با چی گپ یا هر گپی که بود خیره مردم میفهمن. در سال اول خصوصا در سالهای اول کنه در تمام وطندارا و دوستا مطمئن هستم که در جریان هستن. همین نماینده های حزبی از اینا در همین نو ولایت سمت شمال خصوصا در مزار، تو باور به خدا که حتی آنمود جایی که تفریگاه هستن یا جایی که مسجد بود یا جایی که برای مکتب بودن، اینها نفروختن، سودا نکردن، غصب نکردن. میدان هوایی تمام این طرف میدان هوایی، اون طرف میدان هوایی، از همین تا خود برق تا تمام جای اینها غصب کردن. زمین اصلا صاحب نداشت، صاحب از اینا خودشان بود، فرمان صادر میکرد. یا مثل کمی خود ماشالفه ممو گلبار سنتر فرمان صادر کرده بود که گلبار سنتر هم کنه اسنادای اسنامو اینجای از اینا که اول پیسه داده بودن کنه درست بود، ولی بعدن بر از اینا ثابت شد که نهی چی، یعنی میخواست باز از صاحب گلبار سنتر پول بگیره، پیسه بگیره، باز او رو میگفت که نه اینجای ماشالفه ایم جلی هسته، اینجا درست نیستند. ولی بس در کجاست؟ بس در اینجاست در نظر ما که تمام مردم وقتی که مسئله مهاجر نامدن مهاجر نمیگن، خب یک دفعه شما در دوره اول کرزه برگردین. دوران اول که طالبا سقوط کرد، یعنی دولت دموکراسی شد و آزادی بیان شد و حقوق بشر و یا کرزه اینا آمدن، تمام مهاجرین از ایران، از پاکستان، از کل کشور آمدن، بسیار خوش خوشحال هر جای زمین گرفتن و کوشش کرد دورم به اون پول مزدوری و کارگری خود که بیچاره کار کرده و زحمت کشیده بود، بالاخره آمدن که زمین بخرن در خیلی جایا. و همین نفرا نبودن، دامی اسماعیل خان نگفته بود که ازاره حق نداره در ایراد زمین بخره، هیچ ازاره، حتی فرمان صادر کرده بود که هر ازاره در ایراد اگر زمین از ایراتی که تاجیک است زمین بخره، او تاجیک باید جریمه شوه و او ازاره باید به زندان فرستاده شوه که زمین حق نداره بخره. همون رقم در سمت شمالم، جایی که بسیار دور دور بود احتمال داشت که برای مردم ازاره میفروخت، ولی جایی که یک ذره سهولت بیشتر داشتن اونجا خواستن به هیچ عنوان دیگه، اون نفرای از یان بودی که میخریدی نبودی، اصلا اجازه نبود به تو که تو زمین بخری. حال گپ در اینجا است که میگم اگر اینایی که میگن که همی وزیرستان یا هسته، خود سرازی باید یک تحقیقات صورت بگره. و دوستایی که دلایف هستین، اینمی لحظه ای که ما با شما گپ میزنم، اگر معلومات داشته باشین، همه مهاجرینی که از پاکستان داخل افغانستان میشه مثل قچاق وارد میشه اینا، یا باید قچاق وارد شوه یک 10,000 15,000 بیته، اگر نه قچاق وارد نشوی اون نفر 30,000 از اون طرف که داخل افغانستان شوی پول میگره. ای اگر در بین از او اگر در بین 100 نفر اگر 10 نفر از یا 20 نفر از تاجیک و ازبک هزارا باشد، اکثریت از اینا قومای پشتون ما هستند. و همین طالبایی که امروز میگن که ما حاکمیت داریم و دفاع میکنیم، خدمت به ملت به مردم میکنیم، همینا از امو مهاجرینی که در زور پول میگرن پیسه میگرن داخل خانه خود میاین، اینا یعنی داخل افغانستان میاین، از اینا پول میگره پیسه میگره، ایران باید یک تحقیقات داشته باشد. و سوال دیگه از خودت برار همی است که ای کسایی که داخل افغانستان میشن یا در سمت شمال جای گرفتن جای میگرن، دقیق اینا افغانی هستن یا نه؟ اگر افغانی هستن اینا هم شامل همو 1,000 نفر 30,000 کلداری که میگره داخل افغانستان میشن، اینا هم شامل از همو هستن یا نه اینا استثنایی هستن؟ تشکر دیگه، ببخشن. زنده باشی امان صاحب. خدا شاید که ما خودی پیسیش خبر نداریم. خب شما فعالیتتان در مجازی نسبت با ما بهتره. ببخش با مذرت، ما همینجا دیروز نه پری روز یک از دوستا از فامیلا هسته که داخل افغانستان شده، همین گپ دقیق هسته، متاسفانه که از کل مهاجرین از همه هر کسی که داخل افغانستان شوه نفر 30,000 کلدار میگره. اگر مثلا قچاق بره
بازم کمتر است، 10,000 یا 15,000. نه کی میگیره پیسه را، پاکستانی ها یا طالبان؟ پاکستانی ها. بله بله، او خود درست است، او خود درست است، او را ما خبر داریم، او را خود درست است. یعنی برو خدا را شکر که لالامون از فامیلای شما اومده داخل افغانستان. دبل خوشحالی دیگه، خوش خبری برای دوستای هزاره ما و شما. از ما آقا صاحب بزرگوار احترام به خودت برسه، ما و شما که هیچ وقت نمیتونیم که بگم نه فامیل ما کلگش خارج است، کل فامیل ما داخل افغانستان است، قوم خیش ما و شما معلوم دار است که قوم زیادی هستیم، یعنی تو یک دو سه خانه خو نیستیم که کلگی خارج شوم. الکوزای صاحب اگر اجازه باشه من به ادامه گپای امان بعضی گفتنی ها رو دارم، اگر اجازه خودت و جان باز. و سایکل الامان، در پاکستان سه قوم بزرگ افغانستان در پاکستان در این مدت 70 سال یا 75 سال از این پیداوار پاکستان اینا اونجا زندگی کردن، تعداد بسیار کم اگر مهاجر شده باشه. مثلا ما از مردم های هزاره در ایران داریم که تقریبا سه نسلش در ایران تولد شده، سه نسل مردم هزاره در ایران تولد شده، در ایران زندگی کردن، کار، بار، تجارت، خانه، حتی چی دارم بیخی ایرانی شدن دیگه، یک تعدادش ایرانی شده در قوانین اول. یعنی پسانا که رفتن در زمان کرزی یا در زمان مسعود یا در زمان ربانی، اینیا که رفتن شاید توسط اونم روادت، کارت روادت که میگه اونجا زندگی میکنن، که به شمولش یک از خاله های من اونجا است، تقریبا 35 سال است که در اونجا است، نه کسی حق دیپورتش داره نه کشیدنش، اونجا زندگی میکنن، دختر گرفتن از ایرانی ها، دختر دادن برای ایرانی ها، از فامیل خود ما گفت سکه خاله. اینی کسایی که در پاکستان، هزاره هایی که در کویته پاکستان زندگی میکنه که خود را افغان میگیرن، شناخت کارت پاکستان هم داره، خود را افغان میگیره، به شمول پشتونا و به شمول 15 میلیون تاجک که دو طرف مرز زندگی میکنن. دور از موضوع امارت اسلامی، فرض که امارت اسلامی نه یک دولت دیگه، یک دولت دیگه اومده در رأسش مردم هزاره است، معاون اولش هم تاجک است و معاون دومش ازبک است. یعنی پشتون بخی د جمع سیاه لشکر فکر حسابش میکنه قوم پشتونه. چی فکر میکنی اگر یک هزاره یا یک تاجک همی پیشرفت وطن خود را افغانستان را دیده، از اونم پاکستان یا از اونم ایران بگذره بیایه، اجازه بدیم که داخل از خاک زندگی کنن یا نه؟ همه کوتا یا ها یا نه امان جان عزیز، یا اگر کنم لچه را میتیم امان جان ببینن. من در مسئله پاکستان و ایران ماجرین کنجا هستم، من بسیار معلومات دارم و خودم هم چند سال امی پاکستان رفتمت داشتم، ایران هم که رفتمت داشتم. نه این حال ما البته به این یک رقم میگم، خب امو پشتونایی که اصلیتشان از افغانستان هستن و او هزاره هایی که اصلیتشان از افغانستان هستن، اینا در چوکات نظام از کشور، در پارلمانش، در خیلی جایش یعنی دسترسی دارن، اونه اونجا هستن. اونا به نظر ما فکر نکنم که در این شرایط خصوصا در افغانستان بیاین، هیچ علاقمندی ندارن که بیاین، به خاطر امو رقم در ایران هم کسن نه. من این شرایط نگفتم امان جان، ما در کل گفتم در کل ای خو حق مسلم هستن، یعنی مال مثلا قومای کویتاک هستن، نه امو رقم پشتونای ما امو رقم هستن کلا. اینا لامان عزیز، من خود جواب خود گرفتم سکو لالامان، یک دقیقه من جواب خود گرفتم سکو امان جان کن امی جان خواهشان یک کلمه مهربانی. ببینین اینال ما خودم شخصا کسایی رو میشناسم، چی پشتون هست چی هزاره هستن. نمونه مثالش پشتونایی که در خیبر بازار مارکیدا دارن، دکان دارن، یا در تاکال یک منطقه، یا در برد، یا در خود پشاور در طرف رنگ رود، اینجا ما خوب بلد هستم در پاکستان زیاد، حتی قریه در قریه امور رقم در کویته پاکستان. اینا مثل اونم مردم قومایی که در هزارگاهی که در کویته هستن، اینا مثلا بعضی از دیزنگی هستن، از دیکوندی هستن، از جاغوری هستن، خوب اینا مسلمان زمین دارن اینجا، قوم خیشان هم هستن. همون رقم از پشتون ها هم همونجا در افغانستان جایشان مشخص است، قوم خیشان مشخص هستن، معلوم ای حق مسلم از اونا هستن. دقیق سکه من جان قن، ما جواب خود گرفتم و نمیخوایم که اینجا گپ در سمت قوم و تباری گپا بره، اما هیچ وقت نیم پشتونی نمیگه پنزد الالامان.
در هر لایفی که میریم پشتون میگه تا اتک خاک ماست، نگفته که تا اتک پشتونای ماست. گفته ما تا اتک که وقت بگیریم روزش که شب خط فرضیه که ما مسئله حل کنیم، تا اتک بگیریم خدا کنه که تمام پشتونای می بیای این طرف هم خوش بیان که رفتن هم خوش بیان. ما پشتون نمیخوایم، ما خاک میخوایم. جنگ پشتون سر اتک و دیورند کس سر خاک است تک، نه سر قوم. قصیت میگه مفت شده بیادر، 70 سال است که در او کشور زندگی میکنی، دختر دادن، دختر گرفتن، کلن رسم و رواج و حساب و کتاب تا نه تا سر غیرت تانم ما شک داریم. هیچ وقت پشتونی طرف مرز، پشتونی طرف مرز هیچ وقت نگفته که ما اونو مردم ها را برادر ماست. این داستان لراوبر از اینا را ما با اجازه علی کوزای صاحب و پشتونایی که در پان لایف هستن امیدوار هستم که ما خدای نخواسته، خدای نخواسته ما اشتباه جواب نتم یا خدای نخواسته ما از این پای خود از این گلم پدر خود بیشتر دراز نکنم. مسئله لراوبر را که ما تا جایی که تحقیق کردیم و میفهم لراوبر به این معنا لراوبر، لراوبر تنها ما همه ما در زبان ها یا فارسی زبان ها یا ما تاجیک ها و هزاره ها و سادات ها و غیر پشتون ها، ما غیر پشتون ها چی میکنیم؟ لراوبر در کون پاکستان چسباندیم. لراوبر تا نام پاکستان است، لراوبر در داخل تاجکستان هم است، لراوبر در ایران هم است، لراوبر در جرمنی هم است، لراوبر یک بچه پشتون است به نام الکوزای در کشور اروپایی هم زندگی میکنه. لراوبر یا افغان به این معنا که اگر تو در هر گوشه دنیا زندگی میکنی که افغانیت خود را قبول کنی، برای ما لراوبر یا افغان است. لراوبر به این معنا نیست که پشتونای پاکستان هم افغان است و تاجیکایش افغان نیست، ازاره های کویته افغان نیست. لراوبر ازاره تاجک پشتون در هر گوشه دنیا کسی لراوبر یا افغان، ای از لراوبرشان. و پشتونی که در داخل خاک افغانستان زندگی میکنه هیچ وقت به خاطر پشتونولی، هیچ وقت به خاطر افغانولی یا اوغانولی که ما شما میگیم جنگشان نبوده. جنگشان فقط به خاطر خاک بوده. ما خاک میگیریم، کسی که باز با ما موافق بود به افغانیت ما جنگید، استاد شد دو طرف مرز، چی دو طرف چی دی طرف، خوش بیا خاک خودش است. کسی که باز دو طرف مرز که پاسپورت پاکستان و آیدی کارت پاکستان برش مهم بود، اون موجه بیشی بیا در اون موجه زندگی کو. یکی از نمونه مثالش عمران خان، عمران خان خودش پشتون است، عمران خان خودش پشتون است. کدام پشتون تو بر مد در سوشال میدیا کدام پشتون آمده گفته که زنده باد عمران خان؟ اما امام علی رحمانوف تاجک است. سعی کنین که ما امو سرود ملی شان، سرود ملی تاجیکستان که اصلا ربط به تاجیک افغانستان نداره، سرود ملی را پلی میکنن، بیرق تاجیکستان را پلی میکنن. اگر در حساب قومیت بیایم لالمان، خودت از مردم خود ماستی، خوبتر دی راستا معلومات داری. کسی را که میگه که نگفتم ات مرا وانجا که آشنات منم، ابر قدرت از او کشور از قوم ما است، سعید شیعه مذهب عرب، یعنی می آیت الله مچم عظمای نمیفهم چی رقمی چی رقمی فرد اول ایران که اونمو هر امر از اونمو است. آیش آس نیست، نیست از قوم ماست، از مردم ماست، از سادات ماست، از شیعه مذهب ماست. من نمیتونم که خود بکن از او بجسپانم. اونونجا که من رفتم مرم افغان پدر سک پدر سخته اشغال کسافت میگه، تو را میگه لالامان تاجک تام میگه. اما متاسفانه امروز کی مردم اینقدر که تصب، من تاجک نمیگم دوست عزیز، هدف من تاجک های افغانستان نیست، هدف من خود دوستایی که در پان لایف هستن میگیرن. تعصب در حد رفته، تعصب در حد بالا رفته که تو حق داری به مسابقه زبانت که فارسی است تاجکستان دوست داشته باشی، ایران دوست داشته باشی. که من نمی لحظه اگر خواستن ثبوت، باز من ثبوت نمی لحظه برتون پلی میکنم، نمی لحظه از زبان پنشیری، از زبان ازاره، از زبان تاجک و از زبان سادات های خود اینمی جا ثبوت برد پلی میکنم و حتی از زبان امام علی رحمانوف ثبوت پلی میکنم که مگه زبان ما دری است، دری تاجکستانی. خود امام علی رحمانوف میگه ما یک دری زبان هستیم اما به لهجه تاجکی صحبت میکنیم. این مردم تعصب در جای بالا بردن که به مسابقه زبان فارسی دو کشور برادر خود خطاب میکنه. باز اون از اون طرف که هموطنای غجدنشین ما، هموطنای خیمنشین ما، هموطنایی که گفته علی کوزای صاحب 100 ساله اسناد در پیششان است، اونو که میاد در سمت شمال، لالا جان قند در کجای قانون، در کجای افغانستان، در کجای افغانیت ذکر شده که پشتون نباید در شمال باشه، تاجک نباید در قندار باشه؟ لالمان در هلمند اگر معلومات داشته باشی، خودت سرباز بودی، من نمیخوام که بگم معلومات ده، 100-300 سر خوردی در هلمند، 30-40%، 30-40% یا شاید گفته میتونم 20-30% هزاره ای است که یک کلمه زبان خود یاد نداره، پشتو گپ میزنه. هزاره پشتو زبان شیعه مذهب در هلمند زندگی میکنه، اما وقتی که فارسی گپ میزنه به این لهجه،
لالا جور استی، جان جور است، کجا میری، بیا شو کدی ما بریم، اینی رقم گپ میزنه. زبان خودش اینی رقم است، اما زبان مادری که باید تکلم کنن در خانه پشتو گپ میزنن. کدام علمندی گفته برای تو بینید پچق است یا تو مذهب چی است تو اینجا زندگی نکن. تو طرف هزاره علمندی چپ سای کن، نوبت به هزاره نمیرسه. خب ما زندگی کردیم، قبر پدرم در ولایت است. یعنی می رقم از قنداریش، یعنی می رقم از 80% مردم که در هرات زندگی میکنه پشتون هست. ساتوزی هستن، مموزی هستن، بارکزی هستن، علیزی هستن، در هرات زندگی میکنه. اما به زبان دری گپ میزنه یا به زبان فارسی گپ میزنه. کی برشی گپ گفته؟ متاسفانه متاسفانه امی شمالی تلوار که ما میگیم، اگر اشتباه نکنم، اینمی غوند یا اینمی تلوار، اینا مردم هایی هستن که پشتون نباید در شمال زندگی کنه. کی گفته؟ چرا؟ امروز هر نظامی که در افغانستان حاکم است، امارت است، جمهوریت است، هر کسی که است، ما میگم که پنشیری را باید پارتی خانش از ضبط میکنی، میگیری، مفرشار کار میکنی، پارتش در علمند. علمندی را نمیره کن پارتش در پنشیر. علمندی را پارت در پنشیر، قنداری را پارت در پنشیر، هراتی را بیار در غزنی غزچی. بکو برا در قند. بکو که تو حداقل این مردم هر سمت برای خود گرفته، مثل لطیف پدرام. هر نظامی که بیای حکومت غنی فاشیست را از بین ببره ما کدش هم نواستیم. کجاستی کاکا پدرام؟ کجاستی؟ پدرام خودش نمیال مصاحبهش برات پلی میکنم که در تلویزیون طلوع در زمان جمهوریت در رونمو آزادی بیانه که میگفتن آزادی بیان داشتیم. در تلویزیون طلوع مگه میگه پنه زد که جنگ طالب با آمریکا جواز داره، از دین، از خدا، از قرآن، از پیغمبر جواز گرفتگی است، انمی حق است، جنگ حق است. خبرنگار ازش پرسان میکنه که یک قدر اردویی که کشته میشه، میگه ببین من نمیگم اردو، جنگ با آمریکا بر حق است، به این منظور که اردو غلام آمریکا بود، وقتی که آمریکا را که میگه بر حق از جنگ با او با اردو هم ایره. من نگفتم، میره لطیف پدرام گفته صاحب مستقیم اردوی ملی را گفت جنگ اردو جنگ نادرست است و میره قم گفت. دقیقاً باز بیدامش هم گفت که حتی سکو اکمتی بر یک تعداد مردم احمدشاه مسعود خط سرخ است، خط قرمز. البته دوست عزیز او در اصل قرمز است، خب باز ما قرمز میگه میشه به خاطر که یک از بزرگوار ما یک 3 میلیون دانه کتاب خوانده و برای ما گفته که از این بود کسایی که فارسی زبان است قرمز بگه. یکی از دوستای ما که خط قرمزشان اجازه بده پنشیری سب گپای ما کوتاه میکنم ببخشید، یک شخصی که میگه خط قرمز ما احمدشاه مسعود است، لطیف پدرام خودش در مصاحبه خود در اونمو دوران جمهوریت گفته بود که حتی ما با حکمتیار و هم نوایان حکمتیار در این مبارزه هم نواستیم، کسی که نظام فاشیست اشرف غنی را از بین ببره. خب بیا نه، خب پیشتر الکوزه واضح گفت که سیاست خوب باختی، خوب قوی باختی، سیاست هم باختی، همکارای خارجی تان هم شما را شناخت، کسایی که شما را برای غلامی انتخاب کرده بود، مثل اینکه من یک دو سال پیش در نجاری کار میکردم، از مکه خوبترش شاگرد پیدا کرد مرا کشید، هر چی گفتم دستیر پا کار میکنه گفتم مفتم نمیگیرم ته، چرا؟ به خاطر که از تو کده خوبتر شاگرد پیدا کردم. این مردما رو غلامای باداراشان شناخت که تو نه چندان شاگردی کرده میتونی، هر چی که برات میکنه منم فقط فوقش ما به یک کار کرزای سلامی میزنم و خود باز ما مایک خود بسته میکنم. یک کار آمد کرزای که بسیار با عزت آمد در قدرت و بسیار با عزت هم رفت. هر کدام از اینا که میگفتک ایری رقم یک دانه کلی لنکروزر سیاه زره رو میداد، میگفتک بچه موترک بود دوانی کن، یار کلش هم موترک دوان هم مختقه بود کلش. و هر کدامش که میگه اب میداد میگفتک فلانی سه یار دست یو شایسته همی هست بچه میگه در پشتو دست یو شایسته است با فلانی هواد بر زیر چشم کدیم که بسیار خوب بازو او که رئیس جمهور بر ما اسب پیدا کرد، اسب به ضابط صفایی میداد. دقیقاً یک دانه اسب به ضابط صفایی میداد، خلاص همه هر کاری که باز میخواست میکرد کرد. در حساب زور و بدماشیش هم خانو رقم یک بدماش تربیش کرده بود که روز آخر در روزای آخر بیادر کرزه آمد گفت ضابط صاحب ما تو یک چلنج میزنیم، ما تو یک شرط میزنیم، تو خونو رقم قاچاقبر هستی که نیم افغانستان معتاد ساختی، ما اون رقم قاچاقبر هستم که چیزی که ما از افغانستان است نبرم در کشورهای خارجی. خیر نام خدا جات صحبت کردیم، در نظر من کم کم صحبت کردیم. من با یک مفکوره با اردویتان مفکوره تان در نظرتان احترام دارم، ولی من خیلی گپای زیاد دارم. اگر شما با این رقم بس پیش برین که به این طالبا برایت بیتین، یم از انصاف دور هستن به خاطر طالب ها. آقای امان میشه نبود رایت کنید دوستا یک لحظه امان صاحب باش که من اگه با خودت و منگه دوستا کنم امان صاحب ببینه دوستا خو اینجا اگه سادات صاحب از کدام جریان حمایت میکنه، اگر خودت
از کدام جریان کدام حزب حمایت میکنی؟ امان صاحب، خودت از حزب وحدت و عبدالعلی مزاری حمایت میکنی، حقت است. همین جمعی آقای پی جی آر شاید از امی مارشال صاحب که کسید پروفایل خود مونده شاید از این حمایت کنه و سادات صاحب همچنان، حقتان است. از ما ختم معلوم است امان صاحب، از همینجا تمام اگی بشنو مثل کمو نفره که در فرانسه امو رفیق احمد مسعود که میگه فرانسوی ها بشنو که داعش با ما هم مذهب است و هم زبان است و تاجک است، ما هم از همینجا صدا میکنیم. روزی که طالب با ارزش های ملی ما احترام قائل شد، روزی که با چیزی که ما اعتقاد داریم به او اعتقاد قائل شد، جهان به رسمیت شناختش طالب برادر ما. بگذار که با دنیا سنگ دشمنی طالب به سینه بزنه، ولی که ما یه حرفا را میگیم امان صاحب، ما از روی اسناد مدرک صحبت میکنیم که در شمال مردکه بر مبنای زبان خود از خانه کشیده شده از طرف آدرس معلومدار با زور تفنگ امریکایی. آقای الکوزین صاحب، یک سوال خود پس در یک گپ شما اینجا یک سوال داشتم، ببخشید. این 600 جوانی که قومای از قوم خاص یا از قوم خود جنرال صاحب رازق از قندهار به شهادت رسیده، یا یک تعداد دختر خانمای جوان از این قوم اینا بردن، یعنی اصلا معلوم نیستن کجا بردن. این گپ از زبان خود جنرال صاحب تازن خان من میگم، و این قدر ظلم جنایتی که بالای قومای خود جنرال رازق به خاطر عقده ای که با جنرال رازق داشتن اینا انجام دادن، چی گفتنی دارین؟ بله ببینید امان صاحب، مسئله دختر که از سیر خما از اول کتون رد میکنم، اگر تادین خانی بد کده بد کده در افغانستان در کل قومش گوش کنم، نه نکنید دیگه، این مسئله حقیقت است، نه باید شما. خب اینجا ما شما خب اسناد باید صحبت کنیم، گوش کن. در افغانستان هر قومش بالخصوص افغانش او سر مسئله ناموز باز کمپرومایز نمیکنه، خود طالبش با سر بزرگ خود تفنگ دار، مسئله زن و ناموز رو کنار میمانیم. آمدیم به مسئله از این که اچکزایی ها را چرا مردم کدش درگیر شد. دیروز در قندهار یک حکومت غنی در کابل رئیس جمهور بود، ولی در قندهار یک رئیس جمهور دیگه بود به نام جنرال عبدالرازق اچکزایی. همون مجلسی که در قندهار دایر میشه که آجی زایر دوزمار کشرف غنی را اختار میته، وکیل پارلمان، یک چند نفر از آرگیام کده ششته بود، بالخصوص آجی زایر قدیر و غیره و غیره و همایون، اینا کشرف غنی را میگه 12 ساعت برات وقت میته، مختار اختار گنی مشوره گنی 12 ساعت وقت میته که معلوماتا را بانک قندار به اینی کار این مجلس جنرال رازق دایر کرده. بی بی امان صاحب، دشمنی خانواده جنرال رازق با امی چیا علی زیها با یک ده مردم دیگه از قندار با اینا از یک قرن میشه تقریبا که اینا با هم دیگر مشکل داره. دیروز جنرال رازق به اونجا حاکم بود، چیزی که حقیقت از باید گفت، او اکثر اگر دیده باشی خودت که مردکه را زیر خاک میکشه، دستایش در پوسترش بسته است و مردش استخوانایش میکشه، مثل که یک وقت پرچمی و خلقی مردم زیر خاک میکرد. این نفرارم کلش رازق زیر خاک کده. امروز کسی که در واک رسیده زور خود میکشه. ما چند وقت پیش امرای یک نفر به تماس بودم در سفید سپیس آمد، مرا گفت که والا بسیار گپایت خوش ما میم، وطن ما مستی، امتبار ما مستی، فلان ما مستی. خب کتما مردم شخصی اینو تکده بیادبی ما گفت زن های به طلار فلان میکنن که دم روی مستا چه و کتا که مخالف خود نزدیم. دیروز تادین خان تفنگ دست داشت جانب مقابل خود چپکت زد، امروز جانب مقابلش آمده. این مشکلات بوده و این مشکلات امروز است. اگر جیگر شما وقت بتیم تا صبح شما گپ میزنید، ما آقای پی جی آر صاحب، آقای پی جی آر صاحب محترم، امین آمد که می پی جی آر بود به ادب، تو برو یک دفعه والک چند سنف درس بخوان و برو یک ذره ادب یاد بگی، چون که اینجا ما میکروب اینجا ضرورت نیست، ما به ادب شما تسلیم هستیم، شما مارشال خیل و پی جی دی خیل هستین. امان صاحبی مسئله بوده در افغانستان، در هر قوم بوده، هزاره ای که در حاکمیت بوده شما در داخل هزاره ببینین، یک دفعه وقتی که شفی میاد وارد سنه میشه، همین مشکلات ها ببخشین درست است. بله. این دشمنی ها متاسفانه وجود داره، خصوصا در جلال آباد هم که ما خودم شاهد ازی بودم، در ولسوالی خوگیانه چندین دفعه یا در دیگه مناطق صحیح هسته، ولی ما هدف ما این هستن که اگر ما و شما به خوشبینی به ای باشیم که طالب ها
میتونه تمام مشکلات افغانستان را حل کنه که متاسفانه نمیتونه. گپ خود ملا یعقوب است که میگه که هوا آسمان افغانستان هنوز اشغال است، یک، و میگه که از او کشور که اکمال میشه و طیاره انتقال میشه یا کنترل میکنه آسمان افغانستان، کدام کشور را نمیتونه بگه که فلانی کشور، بخاطر که شاید از وزارت برکنار شوانه. منجان کن گپ میشنوین گپ سه ماه پیش هم میشنوین، گپ چهار ماه بعدش هم خوبار بشنوین. یک دقیقه اجازه بیته. از خیلی ها کدم ما و آقای علی کوزیس ما و تو بسیار دیر هستم دیگر میشناسیم نه؟ ما با معلومات خودت و تحصیلات خودت و با تحقیقات خودت سخت احترام دارم و بسیار دوستم دارم، دیوالی من هستی. این حالی اگر ما و شما طرف در رجوع کنیم یا مثلا مشکلات اساسی افغانستان، به نظر ما خیلی مشکلات ها راحت تر میشه. اگر اقده برخورد کنیم در برابر ازیازو خب گپ میخزه دیگه، چرا که ما و شما متاسفانه در کشور زندگی کنیم. در درصد امان صاحب، امی حرف اوله که گفتی که طالب کس خود امارت اسلامی، خود کسانی که امروز حاکم هستن، اینا به هیچ صورت اینا مشکل کشای تمام مشکلات نیست. وانا مبین اندیوالت بود، وانا به صراحت گفت که ملا نمیتونه که کل مسئله را حل کنه. هر کسی که به این عقیده است که یک تغییره، خب ما بهتر است که ما در رابطه با طالبا گپ نزنم، بخاطر که ما با اینا فعلا یک ذره یک سلسله مشکلات است. حرف ما درست نیست و ما گفتیم که دیگه ما بحثای سیاسی نمیداشته باشیم، بحثای ما کلش بحثای اسناد و تاریخ و غیره میباشه. طالبا ما میشناسیم، ما خودت شاهد هستید می طول سالیان فیسبوک چی موبین و چی قاری سعید خوستید می طول 4 سال و 5 سال که مبارزه میکردیم. ما هر حرفی که زدیم، اگر علیه طالب گپ زدیم ما را به این ملامت کرده که علیه طالب، تو با طالب مشکل شخصی با این داری که تو دیروز تفنگ از پیشت گرفته شده، لنکروزر و تفنگ امنیت از پیشت گرفته شده، تو امروز فرار کردی. هر حرفی که میگفتیم میگفت دشمنی تو شخصی با طالب است. ولی اگر کدام گپ بگویم یا میگفتیم که از او غیر مستقیم موقف طالب داشت، تقویت میشد و تایید میشد، مردم میگه و فعلا هم مردم میگه که گویا ما به خاطر تبر و به خاطر قوم و سمت و زبان ما از اینا حمایت میکنیم. امان صاحب، کسانی که از طالب حمایت میکنن اینا معلوم دار هستند مجازی. هیچ کدام از اینا طالب نیست، نه آقای حمید سادات طالب است، نه کدام روز جهاد کردم. این است و نادری یک روز بسیار گپ خوب گفت، گفت طالب شدن آسان نیست، به خاطر که کسی که میخواد طالب شوه او باید گشنگی را تیر کرده باشه، او باید پایلوش دکو گشته باشه، او باید جنگ کرده باشه، او باید زلالت دیده باشه، او زدن خورده باشه، بندی شده باشه، خانهش در گرفته باشه، از ملک کشیده شده باشه. نو به می خاطر ما اگر خوب بگویم، خوب میگه که یادم به خاطر قوم طالب زنده باد میگه. اگر بد بگویم مردم میگه که تو با طالب مشکل داری به خاطر که طالب تفنگ تا گرفته و تو از کابل دوانده. ما افغان هستیم، مسلمان هستیم، قسمی که پاکستانی ها میگه سب سه پهل پاکستان، ما میگم سب سه پهل افغانستان. هزاران دانه طالب فدای افغانستان، میلیون ها دانه اشرف غنی فدای افغانستان، هزاران دانه ضابط فهیم و ضابط دوستم و ملا کرزه و این و آن و شر و فساد و مسعود و دیگه و دیگهش فدای نام افغانستان شوه. اگر افغانستان داشتم و داشتیم، داینده شیعه هم داری، تکیه خانه هم داری، مسجد هم داری، وطن هم داری، پاسپورت هم داری، سیاست هم داری، احزاب گوناگون هم جور خود کردی. ولی اگر افغانستان نبود، مثل کشمیری، مثل فلسطینی، مثل مردم برما و روهینگا، مردم لغتت خود کرد. همی اروپایی که امروز ما برش بسیار اعتقاد داریم و بسیار احترام داریم، مرد شوکه از دینه میجا بگیر آزان بته، شریعت نافذ نکو، دست مردم قطع نکو، در افغانستان هم روز کرد قبول نداره. کردستان جان باز تشکر. آزان دادن یک امر بسیار عادی است. در اینجا ما کلیسا آزان میده، ما آزان کلیسا میگم یعنی والا بس خنده میکنه، دنگ و دنگ و دنگ و نمان تو خوم در غرب استی به تو معلومه، دنگ 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 چی رقم اصابت خراب میکنه. ولی دو دقیقه آزان است، الله اکبر الله اکبر. الکوزای سب دم فروتن یک چند دفعه زنگ میزنم بازو، هر وقت در وقت یخی دنگ دنگ زیاد دنگ دنگ زیاد بود. شاید از اونجا امونان شاید درست. نو بی بی یک آزان تو نمیتونی داده، مسجد هست میری یک دانه دوکان گرفتن، مردم عرب و افغان و عجم و دگه چنده خیرات انداختن، یک دوکان گرفتن مسجد جور کردن، یک لاسپیکره که خورترک ماندن که صدایش بیرون نبرایه،
ولی مرد از این نیست کسی که بخیز بیرو آزان بده. چرا؟ بخاطر که ملکت نیست، وطنت نیست. من چند وقت پیش رفته بودم ترکیه و خراسان گشتم، من می صدای آزان که در ترکیه می شنیدم احساس میکردم که من بیخی دی دنیا نیستم، بیخی یک چیز برام نو مال میشید کی چیز. من دی طول چند سال نشنیده بودم آزانه، بخاطر که وطن نداشتی. ما به می خاطر براتان میگیم موقف ما، موقف جوانان استبلیشمنت و محوریت افغانستان، که اگه در دیوالای مسکه از میل باش که بگویم که تا اینده ایگه پا شاید فش شوه در می تیک تاک، در سپیس های تویتر و در تلگرام. ما برادر گروپ افغان هستیم، پشتون ها در زیاد است در کنار زی هزاره ها و تاجک ها. ازبک ها بدبختانه که در کنار موقدر نیست. ما وجود افغانستان هم میخواییم و در این رابطه ما از خود هر نوع تیم داریم. تیم ازی که در رابطه به تاریخ کنکاش میکنن، تیم ازی داریم که در میدان مبارزه مردم بیادر چلنج کنن و بگوین که برادر یک درست نیست یا یک درست است. کوشش ما این نیست که ما افغانستان داشته باشیم. بازم میگم که هزاران دانه غنی و کرزی، هزاران گروه به نام طالب، به نام امثال هم، هزاران دانه شر و فساد فدای افغانستان شود. اگر افغانستان بود، مادر زیاد ملا عمر و بسیار مسعود و بسیار امثال هم غنی و کرزی خود زایید. اگر افغانستان نبود، قصیت مفت است. علی کرزی صاحب، بسیار ببخشین با مزرد، جایی که خودت باشی ما را صبر است. مر نظر خودت، گپ خودت برای ما بخیر مور محکم است، مور تاپ است از طرف برادر خوردت. بخاطر از اینکه خودت یک جوانی هستی به خیر و صلاح ملت و مردم دائم گپ زدی، صحبت کردی، صدایت رسا باد، سربلند و پیروز باشی. برارم دیگه مزایمت نمیشم، من اینجا نان تیار است که اجازه باشد آقا صاحب هم چونم از خودت دو دقیقه باشین یک دو دقیقه صحبت ما رو مشنو باز انشالله باید. نه برای ما دو پایی مشنو صدایت تنین صاحب، بخاطر که ناوقت که کمان ناوقت نان خورده برای با شکم کلان میشه، اما نمیل ما وردش کرده نفس ما برمان. خب برای ما هستم مقصد اگر گپ زده نتونستم بخشش باشد. نه گپ نیزه که نوش جانت بان که مینان در جانت بشیند. جناب خوری الکوزای سبرا است دلت روره تیاره. خدای دیوان نزبا نوش جان دی قربان دستم و سلامت و سب خیر و سشپند خیر شپادی بخیر. امان میتونی که پایین هم باز بری. خو خیره تنین صاحب کس باز از جمله مجاهدین خود ماست. تنین صاحب بزرگوار سلام علیکم. دکتر صاحب محترم، جناب دکتر صاحب الکوزای، سلام خدمت شما، سلام خدمت آقا صاحب، جانباز عزیز، امان صاحب ازاره. انشاءالله که همتون جور صحت باشین. دوستایی که در حدود 202 نفر که ما را مشنو، امید که همگی دارای ساعت کامل باشند، سرفراز کامیاب موفق باشند. دکتر صاحب طبق معمول بازم یک دنیا سپاس، ممنونتون که ما را افتخار هم صحبت شدن با خودتون باز دادین، بالا آوردین. یک دنیا سپاس، عمرتون دراز، همیش سرفراز کامیاب باشین. جناب دکتر صاحب، ما جایی که شما باشین در رابطه با صحبت‌های سیاسی و تاریخی مسائل، ما اصلا نخود اجازه نمیتونم صحبت کنم، اصلا اجازه ندارم که صحبت کنم، به خاطر اینکه شما چیزی که صحبت میکنین با محتوا، با تاریخ مستند، یعنی مستدل صحبت میکنین، از هر نگاه برای هر افغان قابل قبول است، یک چیزی است که همه قبول میکنه. و من برای خود اجازه نمیتونم در رابطه با مسائل تاریخی صحبت کنم، ولی وقتی که بحث مسائل ارزشایی که ما را ارزش افغانستان میدانم، ارزش ملی میدانم، وقتی که ما بعضی وقتا بعضی صحبت ها را زننده میدانم، وقتی که برای هویت ما توهین میشه، وقتی که برای افغانیت ما توهین میشه، وقتی که برای بزرگ ما توهین میشه، باز ما در اون ولاد چون اون مسئله را یک مسئله است که مثلا موضوع کتاب کار نداره، تاریخ کار نداره، رفرنس کار نداره، صرف زبان کار داره که آدم بیا اون مسئله را یکم بلندتر صحبت کنه، بگه که برادر در اینمی نقطه ما میتونم که از حقوق خود دفاع کنم. جناب دکتر صاحب گرامی، اول خواهیم خواهیم سر مسئله دختری که برای افغان ما، برای قندوزی ما داده شده. بعضی از افغانای ما بسیار که ما اونا را میشناسم و شما را میشناسین، در شروع لایوتان آمدن، برای شما گل هم زدن، بیرق هم زدن، همینجا بودن و یکی از بچهای مبارز بسیار خوبی است که شما سرش حساب میکنین، ما همین ما سرش حساب میکنیم. و به اون شکل یک کس دیگه هم بود، یک دو سه نفر که اونا از مبارزین هستن، ویدیوهایشان بسیار زیاد در سوشال میدیا تا بالا میشه. اونا آمدن به یک نوع افغانا را چالش کردن، گفتن که دپولی هم کسایی که مثلا ما برش به هویت میگیم، برای کسایی که مثلا ما دشمن افغانستان درش خطاب میکنیم، برای کسایی که همیشه اونا ریشه افغانستان، ریشه بنیادی، اما ریشه حیاتی افغانستان همیشه زدن، آمدن گپای اونا را یک قسم تقویه میکنه، میگه که برای افغانا شرم است، که برای افغانا ننگ است، که آمده یک دختر از روی نمایشونه بگی نمایشون
نامایشون نو از ما خفه نشه. یکی خو اومیجان کماندو است که آمده بود یک ویدیو گذاشته بود، افغانا را چالش کرد، افغانا را یک قسم به شکل طنامیز گفت. و پرنسی عزیز هم بسیار دوست دارم، اومیجان هم بسیار دوست دارم، اینا را دوست دارم، ولی به یک شکل اونا آمدن به یک شکل صحبت کسایی را مثلا در تنینجان هم من امید کماندو را بان یک طرف خواهش میکنم. ما دکتر صاحب تقاضای نامش کردن، خیر صحبتاش مستقیم برای ما بر میخورد چون افغانا را چالش کرده بود. خیر بر صورت از اون میگذرم. دکتر صاحب اینا آمدن یک قسم افغانا را چالش کردن، گفتن که دختر از داخل از مرکز کابل میارده و شما غیرت ندارین طالب پرستا که داری. خب خیر این مسئله خو برای همگی معلوم است، شما رو بسیار زیاد تاریخی بسیار زیاد مفصل صحبت کرده در رابطه با حکومت. مسئله است که وقتی که یک نفر میایه عالما دختر را دارن که امریکایی شورش از سومالیایی است و افریقایی است و سیاپوستا را بسیار به غرور گرفته و در یوتیوب ها کسا چینلاشون رو میبینین دختر خودش افغان ولی شورش سیاپوست میا بسیار به غرور میاد معرفیش میکنه برات. ولی ما سری مسائل نمیریم، اول از ما رهبرای ما که است از دره و قریه و قصبی خود برای روس دختر داده، ولی ما این مسئله را چی تو کنیم؟ پس یک نفر جرمه، یک نفر مسلمان میسن، یک نفر جرمه ان کدش در قالب کدش برابر میشن، اون مسئله جداست. ولی ما وقتی که من میگم من حداقل از خود دفاع داشته باشم، ما برادر ما امیر کتکاس کار ندارم. اگر تو بلک لبل اروپایی رو میزنی، اگر تو مثلا ودکای روسی رو میزنی، اگر تو زربلی دره کیان رو میزنی، دره کیان پل خمری الکوزاس هم شاید شما بلد باشین، در دره کیان پل خمری در یک درست به نام دره کیان اونجا بهترین زربلی در شاید به سطح دنیا بهترین زربلی جور میشه، اما شرابای محلی تو بیادر دارد که زربلی دره کیان رو میزنی، دلت که مثلا بلک لبل یا رد لبل یا هر رقم شراب هر رقم میزنی دویت ما کار ندارم، یا میزنی یا نمیزنی، یا نشم یا غیر نشم یا نرمال می وقتی که اجازه است باز خود مهربونی صاحب مهربونی این صاحب بزرگوار یک چیز باید ما بفهمیم. من میگم امان و مس امان خورده میره این بازی گپا با بیزار میفهم آقای سادات هم بله این مجازی چند رقم مردم است نه افهم که باز ما کدامش هستیم او را بازمی 200 نفر اکینجا از باز اینا باز نظر خود بریتانان داشته باشند یکی در مردم در اینجا می آید اونها رزق و روزیشان در پشت نمی چیزی که شما با نام گفت میگین و دیگه میگین در اینجا رزق روزی از اینا و یه در کسا کس من نام نمیگیرم من کاری نیستم من قاضی نیستم کسی که پلی ترازو را میبینه امروز یک چیز میشه فردا که دید که طرف امکانات و پیداگری کم شد دیگه طرف توپ میکنن و خیز میکنن بعد از این دیگه طرف میرن اینها را شما جدی نگیرین هر کسی که هست اگر می آقای سادات است اگر امان است اگر شریف است اگر جانباز است اگر ولو که ما هستیم که ما دور هستیم نه خدا شما را از این قطار دور داشته باشه اصلا نخیر شما اینا هر کسی که گپای خورد ریزه را میگه اونا دو سه مردم هستن یکی کسی که با تاریخ افغانستان مشکل داره با مردم افغانستان که اینا اهلیت و دشمنی را با افغانستان نداره یکی در مردم یکی دیگهش هست که رزق و روزیشان دینمی چیزا وابسته است اگر امی کارها یکی در مردم دیگه بود من نامایشان نمیگرم لیاقت نامایشان نداره چند وقت پیش میامدن یک قوم در اینجا نسل دنبورا میگفتن یک قوم در اینجا بد میگفتن و بیرق افغانستان در گردن خود منداختن ولی وقتی که دید که در اینجا مارکت خراب شد اینجا کسان دیگه آمد مبارزه میکنه ولی در دان از اینا کس استخوان نمیپرته رفتن برادر دوباره لندغر شدن زن و مرد از اینجا ای کارا را میکنه ای حرفا را شما جدی نگیرین زن کدن و شوی کدن ای یک امر از برادر که هر قوم افغانستان چی در داخل چی در بیرون او ده عرب هایی که به نام القاعده در افغانستان آمدن اونها شوهرهای افغان گرفتن اونها چطور میشه عربایی که آمد یعنی او مردم چیز ازشان کم شد قرآن به زبان از اونها نازل شده نسل پیغمبر از او آمد دخترش بچه قندهار گرفت با طالب خیشی کرد ببرک کارمل گفتم نام داشت یک رئیس جمهور تاجک افغانستان بود دختر خودم مگر بک پاکستانی نداد بله، بله، نداد
اینها کسایی که گپا را یاد میکنن، خب گله شما بجای است که اگه در مردم می خود افغان افغان میگیره و رزق روزیش دونه نام افغان وابسته است و باده آخر اینا صرف همون نامکشای مجازی که میگن هر کسی که باشه. ولی جناب دکتر صاحب ای کاش آقای امان از این مسئله خود دفاعی داشته باشه، چون من اینا را هیچ وقت روی از اینا را پیدا نکردم، هیچ وقت طرف از اینا را پیدا نکردم، هیچ وقت مأمور از اینا را پیدا نکردم. من مستقیم امان صاحب بله ما جناب آقای امان میگم، امان نگا بزنم یک دقیقه. خب امان جناب آقای امان میگم بله در بانم نان دجان از بیشینه، نان دجان نامش نگ، نان دجان از بیشینه. او بیادرم نان زهر شده جان امون جان که برمت تحویید برای افغانیت توهین باشه نکنید، نان دجانش نشینه ما میگم. نه خیر از باست نگیره گوش که تنین صاحب امان صرف یک کوالیتیش ببینید امان خیرت، چون که آدم از قمندان است، مردکه خوان از اموندی والای شفی دیوانه است که یک وقت راکت سرشانه داشت. اگر این مسئله باشه بر من میره بگوی باز من قبول میکنم. نه خیره گوش کنه، گوش کنه اواتنین صاحب. امان یک کوالیتی داره که روز که امی یکی در مردم ششته بود امو نان بی غیرتی رو میخوردن و از این امی پیسه گفتای تیک تاک به کلشان میامد که میکسه که امی پشتون را گذاشته امی بیرق افغانستان را که کس توهین میکد بر از او امی گفتای بسیار قیمتی تیک تاک میرفت. امان در اونجا سر افغانیت خود ننگ کرد، ولو که ولی ترازو خوب گرنگ هم بود ولی بیرق گرفت پایین کرد ماچ کرد گفت چیر را میکنم توهین نمیکنم، خب مقصد خیر. امان صرف سر یک مسئله شما بشناسین که امان افغان است و سر افغانیت خود کوتا نمیایه، ولو که بسیار گرنگی سرشه و افغان دو زده بارها دو زده در واده فیسبوک که یک وقت علیپور می آوردن دیوالش بود و قماندان علیپور از اون وقت ما امان ده سال میشه که مشناسیم. امان که هر چیز میکنه ما امان صرف افغانیتش قبول داریم خلاص دیگه. جناب دکتر صاحب من سر زمین لحظه من عمل امان در نظر نمیگیرم، من گپش ما را که پیش خود سند نگاه میکنم. بله. شما بر ما سند مور محکم هستین. امان جان باید خود این مسئله را امان هستین من امان قبول دارم خلاص. یکی خلاص، چون برای من بوده مکمه شما هستین. تنین جان من ایران ماندیم، خوب به خدای نمیل موبایل های ما پرسته همی ویدیو را ایده میگو روزی که به مردم که همی ویدیو را پیش میکنه اینه میال موبایل قسم به خدا برات اینه میال پر است، اگر نشانش دادم برات اگر توبه اینه میجا نکشید اینه باز بگوید نکنین، مجبور نسازین، به ناموس نمیم کدا میگه مرد باشه که ایق بیغیرت باشه که یک شاسر در مابین بحث خود بیاره او گفت سر ازیو بزنه او باز هم وطنت هست اونمو هم وطن که من بسیار مسائل است صحبت کنم جان باز عزیز، بسیار مسائل است ولی پشمت دکتر صاحب زیاد عزت داره، چون ما در خانه دکتر صاحب الکوزه هستیم، در خانه از اینا هستیم، نمیخوایم برای مهمان از هیچ نوع مسئله بهتری شود. من با دکتر صاحب ما تاج سر ماست. جانب واسه بیا گپ میزنم گوش کنه دوستا. خب ما یکی در مردم از این فضای مجازی که ما اونا را مشناسم اینا را ما اول یک تیم استخباراتی ما هم در مجازی کار میکنه راپور شواکی به ما میرسه. امان براتان یک گپ میزنم که امان صرف بر روی افغانیت بشناسین که امان یک افغان است، ولو که با لندغران دیوالی هم داره و داشت بارها کدشان نشسته، ولی امان یک افغان است خلاص. ای که افغان خوب است، افغان بد است، افغان امید میبریم چنین باشه انشالله. امان یک افغان است خلاص، امان بر روی ازی بشه دیگان و خیگان گپا میشه تا بالا، چون که امان ما زامن هستم براتان. شما که زامن هستین ما خب دیده قبول داریم. بله امان از تنین برادر، چون شما بر ما دایره المعارف افغانستان است نظر نگاه بر ما تنین برادر یا گپ دیگه هم هست مهربانی یا گپ دیگه هم هست تنین عزیز. سلام بر خودت برسه و به قربانت به شریف عزیزم به تمام دوستایی که جدید اومدن. این می سوشال میدیا را قدرم دیگه جدی نگیریم، خب این سوشال میدیا را قدرم جدی نگیرین. اینجا پیشتر انا ملکوزای بسیار متک بلفافه گفت، ما دیگه بسیار مت اوریان و باز میگم که دی سوشال میدیا یک تعداد مردم است الکوزای پیشتر یک طبقه ش گفت، دو طبقه دیگه ش مداخله کردیم کل ما شما به گپاش مون. یک طبقه است که فقط رزقش اول است نیم تیک تاک رزقش اول است، یک طبقه دیگه سیای لشکر است. خب سیای لشکر کدام است؟ اونو کسایی هستند حالا که معلوم نیست کدام سمت است. من نام شخص نمیگیرم، اینم اینجا تا دین روز اخبار مادر طالب ادا مزد یک دونه ویدیو شد دیرز برام یک نفر شیر کرد که ایران بس ما او جرد سیم ملا یعقوب کایران مانده ما بلیاز قرآن چتو حالا می دریز تا اگر ما وره که دو سال است ما ایره بری به خاطر از این مثال میتم که نیست دیگه در سوشال میدیا نمیره که مرکزی که نمیره که مقدری داشته باشه غیر از شوالیس یا غیر از جمیل قادری. دو سال است که نمی یک دریز دارم امارت اسلامی افغانستان
در ای را الکوزه هم با من مخالف است، امان هم مخالف است، شاید تو هم مخالف باشی، شاید تجزیه، شاید هم اینمی 205 نفر. یک دریز که نمی دو سال که نمی مارد تمت گفتم مارد. فرض کنم اگه آدم ای طرف و طرف اینمی جمهوریتی بودم، یک تیکر دیدم که جمهوریت رفت، چیز بر جمهوریت نمان آمده به مارد شدم. خونه نمی دو سال است که نمی جاستم. اونو جوان را که پیشتر تو نامش گرفتی به خاطر از اینکه به ناموس وقتی که به ناموس تاخت، اینا باز من باید از خود دفاع داشته باشم. گفت هر کسی که از امارات دفاع میکنه خوارتانه سبب روز برای پاکستان میته. اینا باز ما برش چی میگم؟ اجازه بده، اجازه بده لالا ترین یک دقیقه. ما اون شخص چیزی نمیگم به خاطر اینکه ما قرآن خدا پیغمبر گفته کنم اون شخص خوارش سکه خوار تو است. ما به خودش به مادرش و به خوارش سخت احترام دارم و خدا من رحمتش کنه. اما مسئله اینی که میشه که میگه کسایی که از طالب طرفداری میکنه سبا خوارتان او نادیده است موزر از پای نکشین. اونو بچه ما ویدیو میخواستم جور کنم، خب گفتم خیر است ارزش از زیر نداره، کل ما یک افغان هستیم، کل ما یک افغان هستیم. اونو بچه قندوزی برامد، اونو بچه قندوزی برامد و امروز زمان هم خودش به زبان خود گفت که یک از قومای ما از پاکستان که طرف افغانستان میبازن سر مرز که 20,000 30,000 کلدار یا افغانی ازش میگیره، کی میگیره؟ پلیس پاکستان میگیره. ما 12 میلیون نظاره داریم در کویته پاکستان. اون 12 میلیون نظاره اکثریتش در استرالیا بسیار آدمای کلان هستند، تا در پارلمان استرالیا است. اونو افتخار شمان برای خود کش میکنه. ما به مسابقه یک قومی که بچه خاله امان هستم افتخار زور ما برای خود کش میکنم، افتخار زور ما برای خود کش میکنم. اما او کویته ای سویج برای ما هیچ مر شاد آدم هم حساب نکنه. اما چون یک ذره یک چشم بینی ما یک ذره کلک دیگه میخوره، افتخارش برای خود کش میکنیم. اونمو دو بچه ای که در کویته کویته پاکستان سالا را زندگی کرده میای نرور از دایکندی دختر میگیره میره، یاد نرور دختر میته به دایکندی دختر میته. اینی که کسی چیزی نمیگه. اینمی فعلا در داخل تیک تاک نمیگم که بیزد، نام خدا بسیار بایزد دخترها، نام خدا بسیار دخترهای بایزد شویای سیاپوست گرفته که دو تاش مسلمان است، یکش مطلق بیدین گرفته. کسی صدای خود اینجا نمیکشه. یلدا بچه ایرانی را گرفت، فلانی بچه زیمبابوی را گرفت، آمریکایی را گرفت، اتریشی را گرفت، استرالیایی را گرفت. یعنی می فلان یک ویدیو پیش ماست اگر ما میخوایم امیر کوتاه برتون پلی ام بکنم، یک اکسون دو ثانیه رو جور کردم ادیت کردم. الکوزه سه پدر بخشنا سلام مهربانی، من تصویر خود واس کنم. سعی کنین اینجا کلش نظر به قواره، نظر به گزارش، نظر به هر چیز ما برتون شان میتم. فوق العاده بعد بالای اتاق عروس که در اتاق پنجم کام انجام شد، بعد مراسم آتش بازی می همه موارد کلش مو بم انجام شد. دوستان این تمام دو واسه موارد که این قرارداد شد. خوش آمدید اینجا هست. نه فعلا مدام امیدوار است که بابا خدا